اما خب برای بخش پایانی برنامه ما خاطر بازی دادیم، یه سری عکس قدیمی هست که آقا جواد زنیچ هم هنوز ندیدن، این عکس رو من نشون دادم شما. نه نه عکس قدیمی اینا رو اگه لطف کنید واسه مخاطبای ما امضا کنید. این بله عکس اول یکی از قهرمانی‌های شما در استقلال. بله به به سوالش نمیدونم ولی شما این عکس رو نگاه کنید. من داشتم از آقای صفای فرانی کاپیتان تیمم جام میگرفتم، حتی نذاشتم من جامو بگیرم، حتی نذاشتم من جامو بگیرم، یادش بخیر. ولی حال کردیم باشمون. حالا تو عکس محمود فکری هست، بهزاد داداش‌زاده عزیز هست، اینور بهمن تماسبی هست، آقای فرانی هست. حالا دیگه بقیه رو نمیدونم که اگه لوس کنین عکس رو بله، امضا کنید. بزرگ کوچیک پشت جلو؟ نه نه جلو روی عکس خودتون نگید. آقا این امضای بانکی منه ولی توش هیچی نیست، تو بانک چیزی ندارم. چیزی ندارم تو بانک. حاجا این خاطرتون هست این کدوم بازیه؟ کدوم دربیه؟ بله این بازی که ما یادش بخیر این بازی بندر عباسه ولی زندان بود. زندانه آره، ولی قبلش یه اتفاقی تو این بازی قبلی افتاد. عمو نسیم آره مربی بود. خب ما 2-0 افتادیم جلو، عقب ببخشید عقب آره. بعد من دفاع وسط بودم، به من منوری محسود غفوری است گفتم که محسود جان رضا شارودی اخراج شد، من میرم سمت راست، حالا دوتا میشه سه تا، یا میتونیم یه کاری بکنیم که خدا به ما کمک کرد. دو سه تا هم نفوذا کردیم، یه کورنر زدیم، گل زدیم، آقای اپران قبول نکرد، یه دونه دادم صادق زد، خیلی هجومی شروع کردیم که بازی 2-2 شد. یه گلمون اکبریان زد، من کی بود که قبول نشد، یعنی اگه ادامه پیدا میکرد ما میتونستیم حتی سومی و چهارمی هم بزنیم، ولی اون اتفاق متاسفانه پیش اومد و بازی به هم خورد که این بازی برگشتشه. اونور پرسپولیسیا میزدن زیرش، اینور هم ما میزدیم زیرمون زیر توپ. بعد قبل از این هم که بریم یه هواپیمای مخصوص آوردن 40-50 نفره، آقای مصطفی هم بود بکنن، بعد گفتن آقا بمب گذاشتن و پیاده شدیم و بدبختی رفتیم رسیدیم بندر عباس که این بازی برگزار شد. چه بازی مزخرفی بود، اصلا بازی خوبی نبود، بازی 0-0 شد. جنرال بمب گذاشتن اونجا آره، اونجا کم توپ کم آوردن، از بس زدیم زیرش رفت تو استادیومون وری بغلیه. آره گفتم بمب گذاشتن و بعد یه ساعت دیگه اومدیم سوار شدیم، گفتن نه دیگه دیگه با این ملخیا بود، اذیت کردن بود یا واسه نمیدونم بکنم مشکل داشت هواپیمایی، می‌خواستن پیچشو عوض کنن چی بود دیگه، شانس آوردیم نیافتادیم هواپیما. اینم یه عکس دیگه از دربی. این با نمیدونم این افتاده کیه، محمد تقویه کیه، نه این خدایا نمیدونم این کیه، فکر کنم گل پاشازاده است. این نمیدونم من بودم تو این بازی؟ بله بودید، ولی فکر کنم این ساند کردید شما، فکر کنم این توپو و این گلو پاشازاده زد. چه سالی بوده این خدایا نمیدونم، ولی دمش گرم مهدی، ما به مهدی عزیز میدادیم، مهدی گردنش میمد بیرون یه متر، فکر کنم با سر زده، با سر زده، دربی 0-0 شد، گل شد ولی داور گل رو قبول نگرفته. مثل همیشه دیگه شما، حالا ما با احترام به همه پرسپولیسیا چون خودشون میدونن بالاخره یحیی رفیق منه، دوستش دارم، یا جلال حسین جلال یا خیلی یا دیگه کریم، ولی من دیروز یه چیزی برام اومد خیلی جالب بود. قبل از 95 هیچ قهرمانی پرسپولیس نداره، بعد اینکه سلطانی فر شده همش کاش یه دونه این دوتا این قهرمانی قبل از سلطانی فر بود من کیف میکردم، ولی اینو میشه گفت که نوراللهی، آقانلو، عبدی، امیری بازیکنهای خوبی هستن و قابل احترام. حالا این یه شوخی بود ولی نمیشه از این بازیکنها به راحتی گذشت، دمشون گرم، خیلی زحمت کشیدن، قهرمانی رو هم بهشون تبریک میگه. آقا دو عکس از شما کنار و از شاید
خبرسازترین مربیان خارجی که به ایران اومدن، استراماچونی و ویرا. ببینید شما، ما رابطه‌مون با آقای استراماچونی این بود، مقل می‌کردیم همدیگر رو، قرار نبود که دیگه ملق بزنیم، که خیلی حرف درست کردم، ولی خیلی من دوستش داشتم، خیلی آدم با کلاسی بود، خیلی علاقه‌مند به کارش بود، ولی ما هم خیلی کمک میکردیم بهش و حیف شد. یعنی سیستم باشگاه استقلال متاسفانه اینقدر درب و داغونه که از اینجور مربیایی که به دست آوردن به راحتی ازش گذشتن. ما میتونستیم سالها استراماچونی داشته باشیم، هم برای باشگاهمون خیلی خوب میشد، هم میتونستیم از ایشون سالهای بعد در سطح ملی ازش استفاده بکنیم و بهره ببریم، چون واقعا آدم با کلاس و کاردانی بودن. خودش و همکاراش خیلی زحمت میکشیدن، ما که دوستش داریم. خیلی ها خواستن که بین ما رو به هم بزنن، ولی اون آرامش من هیچ موقع به خودم اجازه نداد که راجع به وارد این مسائل بشم و همیشه فاصله خودم باهاش حفظ کردم و اونجایی که تونستم کمک کردم که بتونه کاراشو به نفع ارسن انجام بده. قرار بود استراماچونی در هر حال که پولشو میگرفت، چه کار میکرد واسه استقلال، چه این کار نکرد باز پولشو خواهد گرفت. خب اشتباه کردن دیگه. نه حالا واقعیتشو به ما ببینید، ما یه سرپرستیم، مدیر عامل که نیستیم، چون الان شما در سطح مملکت یه اتفاقی تصمیمایی گرفته میشه که خیلی از مردم ما خبر نداریم که باید داشته باشیم. این اشتباس، این متاسفانه خیلی میخوام بگم که مفت از دست دادیم. این هم که آقای بیرا دوست داشتنی، انسان به تمام معنی، که به نظر من هم به این خیانت کردن و اون شرایطی که اومد تیمو گرفت دستش، از نظر روانی بسیار روانشناس والایی بود، انسان کاملی بود و خیلی کمک کرد. بازی استرالیا رو درسته اون اتفاق ها افتاد ما بردیم، ولی داشتن همچین شخصیت رو نیمکت به ما خیلی کمک میکرد و من خیلی دوستش داشتم. ولی متاسفانه تو اون بازی ها نتونستم بهش کمک کنم، ولی خدا رو شکر که این اتفاقای خوب با آقای ویرا رقم خورد و تیم بعد از سالها به جام جهانی رفت. واقعا جاش خالی بود، میتونست حتی رو نیمکت تیم ملی 98 هم باش. این عکس از اون استقلالی که اینا تیم بسیار پرستاری شما بح 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 و ناصر حجازی در یک سن. بله این تیم خوبی بود، تیم خوبی بود خیلی. شما مثلا این چقدر جوون ما این تو، خدا بیا اون سرژیک هم این تو هستش، مثلا فرهاد مجیدی چقدر جوونه. ببینید شما این صمیمیت، این رفاقت، شما تو این سالهایی که من 13-14 سال برای استقلال بازی کردم برای تیم ملی، شما یکی رو من خواهش میکنم اگه مشکلی بوده، اوقات تلخی کردم، پررویی کردم، بی احترامی کردم، از کوچیک تا بزرگشون زنگ بزنم به شما بگن که جواد با ما این کاری کرد. ببین شما متاسفانه موقعی که اینجور تیما شکل بگیرن با اینجور نفرات، با اینجور مربیا، دوست ندارن ببینن همچین تیمایی رو با همچین مربیایی رو، شروع میکنن انگولک کردن. شما تو این جمع اصلا بحث خیانت و فلان اینا اصلا معنی نداره. من خدا ازشون نگذره دیگه. حالا ما که گذشتیم که نذاشتن این تیم سر شکل بگیره. و اون زوج رویایی برای هر هوادار استقلال، مطلق و زرینچه، و این هم یک عکس دیگه، مطلق زرینچه و بیان. و چه سلطانایی هم از نظر شخصیتی. ما افتخارمون اینه که سال 66 که رفتیم استقلال، ما با همچین بازیکنایی هم بازی شدیم. یادمه اولین تمرین دهیم بود، من رفتم تو رختکن، پرویز مظلومی، فرزامیا، چنگیز، نرچگر، شاروخ، شاهین، مجید، بهداش فریبا، جعفر مختار، من رو نشو لخشم خدا شاهده.
الان یارو شورتشو در میاره جلو سرپرست و مدیر همینجوری میره، ولی من رفتم راه رو یه ما طول کشید تا آخر خودشون به من گفتن جواد چرا بیرون لخ میشی، بیا تو رخکن. ما افتخارمون این بود که در کنار همچین بازیکنای بزرگی اما نظر اخلاقی خدایی ما هیچ بعدی از هیچ کس ندیدیم تو اون سالا که ورود کردیم به استقلال. شما شاهین بیانی بود، محمد شکورزاده بود، ولی خب آقای پوریدری میمد منو بازی میداد، ولی یه شیطنت ما از اینا ندیدیم. همشون حمایت کردن، همشون دوستشون دوست داشتن ما رو، ما هم دوستشون داشتیم و یه افتخاری بود که نصیب من شد که بتونم با همچین بازیکنایی هم بازی بشم، هم در سطح ملی هم در سطح باشگاه. و یکی از افتخارات من اینه که کنار مجید، شاهرخ در سطح ملی و در سطح باشگاهی تونستیم کنار این عزیزان فوتبال بازی کنیم. بقیه عزیزان، شما مثلا رضا نلچیگر، من پشتش نماز میخونم، یا خیلی از بچه های دیگه، اینا بچه هایی هستن که سالها صادقانه برای استقلال زحمت کشیدن بیچ چشم و داشت و الان یه سراغی ازشون گرفته نمیشه که اوضاع احوالشون چطوریه. لعنت به این فوتبال، نمیدونم چی بگم بهشت. و این عکس رو حاضرتون هست؟ بله، اینم به 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 بازی عراق، صلح دوستی، صلح دوستی یادش بخیر. من از نبوغ آقای پروین بگم، ما شروع میکردیم، رفته بودیم تو چهار تا تیم، شروع میکردیم به پنالتی زدن. مشتاق محرمی، شاهرخ، ببین شما انصاری فر، ابتهی، خدا بیامو، سیروس، شاهرخ، افتخاری، نه پنجری عین من ترسو بود و مرتضی فول میزد. بعد همیشه آخرین نفر من میموندم تو پنالتی، یعنی همه میزدن، یا آبزاده اینا میگرفتن، یا بهروز بود، تو بهروز هم بود، نمیدونم حالا کی بود، یا میزدن تو میرفتن من میموندم. منم آخرین پنالتیم چجوری خراب میشد، میزدم میخورد به تیر میرم. علی پروین گفت جواد تو آخر با این تیر زدن پدر عمر رو در میاری. و این اتفاق افتاد. ما تو رده بندی، نمیدونم اوگاندا بود چه تیمی بود، آقا پنالتیه، ما گفتیم خب تا ششم دیگه عمر رضا حداقل یکیشو میگیره که اصلا زدن اینور رفت اینوری، بدترین عمر رضا اون بازی بود. بچهای ما هم آقا زدن یا میگرفتن یا میرفت تو گل، اونا میزدن، بازی کشید به پنالتیه، من موندم و احمد رضا و پنجعلی و مرتضی. علی آقا گفت برو بزن، گفتم علی آقا تیر، گفت برو بزن. رفتم زدم، خورد به تیر، رفت بود و تیم متاسفانه نیومد فینال و ما رفتیم سوم چهارمی، نمیدونم کویت هم یکیش باختیم. و چه شب بعدی بود، عراقی ها ریختن اونجا جلو هتل، یه جا بودیم سموخمون رو خوردن تا صبح. ولی خب فوتبال دیگه، متاسفانه تو این عکس اون خاطرات اون پنالتی رو هم زنده کرد. ولی خب دوران خوبی بود و خودشون جنگ را میندازن، بعدش هم میخوان صلح کنن، برای چی جنگ کردیم، بعد چرا صلح کردیم، مثلا همش علکیه اینا، فقط میخوان یه توپ و تانگ و اینا رو بفروشن، تو اونی شد جوانای بدبخت ایرانی و عراقی و اینا باید پس بده. و این هم همون پکن، به به، این هم که پکن. قبل شما مشتاق محرمی این اکسون رو پکن هم که دیگه بالاخره همون تیمی که 70 قهرمان شدن، من توش نبودم. شما تیسوشی آقای پروین رو قبلا گفتم، اینجا یه زرنگی که کرد، اکثرا استقلالی ها بازی میکردن چون شرایط استقلال قهرمان آسیا هم شده بود، خیلی بهتر بود. ولی من یادم بازی اول من فکر کنم منو بازی نداد، بازی با مالزی بود، چی بود، شاهین بازی کرد. بعد دیگه از بازی بعد رضا هم بازی نداد، حسن زاده رو. ولی از بازی بعد ما دوتا اومدیم تو ترکیب دیگه، تا آخرش دیگه تو ترکیب بودیم و تیمم قهرمان شد و خیلی هم خوشحال شدیم. و یادش بخیر، یاد سیروس قایقران بزرگ با اخلاق، دوست داشتنی بخیر، و یاد بچه ها
آقای ناصر ابراهیمی، آقای کماسی، آقای ناموس، خانزاد، خیلی بچه ها خیلی خوشحال شدیم این اتفاق افتاد. بالاخره بعد از سالها تیم خوبی بود، ولی مثلا اینجا ما همش تمرین میکردیم رفتیم به بازی، نه بازی تدارکاتی بود، نه چیزی بود، نه پولی بود، هیچی نبود. ولی خب بچه ها غیرت داشتن، آقای پروین نام جوانتر بودن، حوصله داشتن و خیلی زحمت کشیدم تا تیم قهرمان بشه. آقای نصرالله سجادی رو هم میبینم، بله و یادش بخیر، دوران خوبی بود، ما که حال کردیم با این بچه ها. منم یه عکس خاطر انگیز دیگه، ایران الجزایر، بازی خدافزی محمد پنجلی و ارزشگاه هم که کیپ تا کیپ اصلا این بالا همه عجب یارو نشستن. گولی که زد استادیوم یه دفعه ساکت شد، انگار مثلا هیچ تماشاچی، چون من فکر کنم کورنر بود چی بود زدن، آقای پنجلی به چیرجه‌ای زد پشت 18، یارو همونو زد، آبزاده فقط نگاه کرد. از چون یه لحظه اتفاق افتاد، از سکوت هوادار فهمیدیم که توپ رفته تو گل. ولی یکی از بهترین بازی‌های تیم ملی تو این ادوار گذشته میتونه باشه به نظر من، اگه ما تو بازی برگشت نه سیروس قایقران رو داشتیم خدا بیامرز، یا نمیدونم کی بود، حمید بود یا مجید نامجو رو نداشتیم، با اون که تو این بازی هم بازم از نبوغ آقای پروین بگم که گفت ما به تیم الجزایر نمی بازیم مگر کورنل بزنن، کاشته بزنن تیر یک. تا زمانی که صمد معرفاوی تو زمین بود، دقیقه آخر آقای پروین خواست مثلا حالا کی بهش گفت یه جا به جایی یه تأخیری چیزی بشه که دفلک کرمانی رو برد، صمد رفت، صمد همه یکا رو میزد، سرزنتر بود. اینجا یادش بخیر، ما بازی با امارات بهترین بازیکن شدیم، $1000 نگرفته نوآموز اومد گفت بده من مال هلال احمره. بابا پسر پاکتشو باز کنم شاید $1100 $100 بردارم، گفت بده من بیاد بالا بینم بابا گرفت ازم. اینجا ما میتونستیم اف شد بازی که امارات رو میتونستیم ببریم، نشد، گذاشت، متاسفانه خوردیم به ژاپن و اونجا یه گل خیلی بدی خوردیم، آخرهای بازی بود، یکیچ باختیم متاسفانه. ما مساوی هم میگرفتیم صعود میکردیم، ژاپن اوت میشد، ولی ژاپن اومد. من فکر کنم 94 فکر کنم ازبکستان قهرمان شد، فکر کنم ازبک قهرمان شد، ولی تیم خوبی بود، این تیمم تیم ساخته. ولی مشکلات این تیمایی که ما اینجوری داشتیم عدم بازی‌های تدارکاتی بود متاسفانه، اردوهای طولانی مدت، بعدش هم ورود به بازی‌ها یکی از معضلاتیه که فوتبال ایران تو سال‌های گذشته داشت. این عکس هم اگه لطفاً امضا کنید روی اینم، بابا همه رو چه سیبیلایی هم داشتیم. آقا شما دو تا دربی معروف و دو تا دعوای معروف. اصلا این جذاب نیست تو ورزش، روح ورزشکاری نباید این چیزا باشه، ولی متاسفانه قدیما مثلا، حالا این عکسو میگم، یه فینال آخرین دوره بازی‌های منتخب الف بود، آقا مناجاتی سرمربی ما بود، آزورابی فکر کنم رئیس ورزش استان گیلان بود، آخرین دوره رو یه بار اصفهان قهرمان شده بود، یه بار تهران الف، گذاشتن اونجا که دوتا بازی رو هم گیلان قهرمان بشه. بعد ما رفتیم اونجا، تو رشت هم بازی‌ها بود، بازی اول 2-1 بردیم، بازی دوباره هم مساوی شدیم، دوباره تهران الف قهرمان شد. اینو میخوام بگم که اینجور چیزا، میگم قدیم با بازیکن کلنجار میرفتن، این نبود که فقط توپ بشه بزنن، یه کارهای دیگه میکرد. من 10 دقیقه از بازی گذشته بود دیدم احمدزاده با غلامی اشتباه نکنم، فورواردهای اون موقع منتخب گیلان بودن، جفتشون اومدن سمت من،
گفتم که بابا دهنتون گرم، یکتون برین اونور. گفت آخه جواد تو با ما کاری نداری. گفتم چیه؟ گفت مشتبه محرمی یه چیزی میگه، مرتضی خونی‌زاده یه چیزی میگه، نادر محمدخانی یه چیزی میگه، تو فقط با ما کاری نداری. و واقعیتش این بود که خب این شیطنت ها همیشه قدیما بود، ولی به نظر من زیبنده نیست. این صحنه ها صحنه های خیلی زشتیه که الکی اتفاق افتاد. به نظر من هم درگیری پرویز برومن با پایان رفعت دیگه، پایان رفعت هم یه بازی حمید استیلی بهش گفته بود که بپیچ به پر پای اون، گفته بود فقط چیز جواد کاری نداره. اون روز اومد یه توپی رو من دفع کردم، پایان منو زد، من خوردم زمین جلوی نیمکت پرسپولیس. تا دقیقه 90 هر چی دهنم در اومد بهش گفتم. رفته بود به امید گفته بود که هیچ کی با من کاری نداشت، فقط جواد زنچه به من فوش میداد. ولی خب یه موقع یه اتفاقای اینجوری میفته ناخودآگاه، یه صدم ثانیه است که و الان بپرسی همشون ناراحت میشن. ولی این عکس مال اونه، ولی اینم که همون دعوای آره قبل زندانه، آره قبل زندانه شد. این بازی هم بازی بزن بزنیم، بازی هم خوب بود دیگه. بالاخره بازی هایی که خوب آدم کری بخونه، دعوا بکنه، بزنه، کتک بخوره، ولی تو زمین 90 دقیقه تموم شد دیگه، حرف زدن و نمیدونم چیز شکلک در آوردن و این چیزا، اون موقع این بود تو زمین، هر چی بود تو زمین شد. نه تو روزنامه بود، نه فضای مجازی بود، نه فلانی بود، نه اینستاگرامی، نه چی، هیچی. هر چی بود، کری بود اینجا بود، دعوا بود اینجا بود، رفاقت بود اینجا بود. این خیلی حال میداد به ما بازیکنا که بازی میکردیم و خیلی باصفاتر بود. اینا رو بعد امضا کنم. این روز حالا اکثر دوست ندارید چرا؟ اینجا. آره. اتفاقا گفتید خودشون ببینن نهاشم مشتاق محرمی، یکی از عکس‌ها رو نشون دادیم، گفت نگاه کن من همش داشتم جدا می‌کردم آخر بازی نمی‌دونم چه جوری. خدا که بابا مشتاق که مشتاق رو من خیلی دوستش دارم، پسر بسیار آقا و دوست داشتنی. آقا این همون عکسیه که بالا میگفتم از بازی با بازی کشاورز. به 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 کشاورزم. ببینید برای توسعه فوتبال ما، یعنی ما اگه تمام هم و غممون استقلال و پرسپولیس باشه و تیمای دیگر رو بخوایم بزنیم سرشون، این پیشرفتی حاصل نخواهد شد برای فوتبالمون که تو این سالها داریم میبینیم. و از اون ورم اومدن گفتن دو قطبی که پدر استقلال پرسپولیس رو در بیارن که تیمای دیگر رو با تیمای دیگر رو که نذاشتین روش کنه. یکی از اون تیمایی که میتونست یه قطبی باشه برای خودش این تیم کشاورز بود. خیلی سرصدا شد، گفتن آقا اینا بیت المال رو خوردن بردن، نمیدونم الان چرا این همه پول میگیرن و اینا. کسی نمیگه بیت المال رو خوردن و بردن. یه زمین به ما دادن که زمینا هنوز سندش همون سند موشای نشده که من سال 70 فروختم به آقای صفی‌زاده. 2 سال قرارداد داشتم، 3 میلیون که یه خونه خریدم آریا شهر که زندگی تشکیل دادم. بقیه بچه ها رو نمیدونم، ولی تنها تیمی بودیم که بعد از انقلاب 20,000 تا میمدن امجدیه بازیمون رو تماشا میکردن. این پرسطر هستیم تیم خوبی بود به نظر من. هرچی از این تیم ها شکل میگرفت برای فوتبالمون بهتر میشد، استعدادها پخش میشدن تو این تیمای خوب. اصلا همه نمیزدن که بیان برای استقلال و پرسپولیس که هم برای تیم ملی هم اونجا داشته باشن. ولی خب الان خوشبختانه خوبیش اینه که به جایی که همچین تیمایی تشکیل بشه، تیم بازیکنان میرن بیرون بازی میکنن، هم نظر فنی خیلی فوتبال ما روش میکنه، هم نظر مالی بچه ها خیلی براشون خوب میشه که در آینده میتونن شرایط خوبی رو داشته باشن. هم که تو این سالها اگه موفقیتی داشتیم در سطح ملی به خاطر همین لژیونران بوده. از فوتبال ایران ورشکسته است از نظر فوتبالی متاسفانه، با هیچ با این بازیایی که آدم میبینه، هیچ اگه بخوایم با بازیکنهای داخلی شرکت کنیم تو تورنمنت ها نمیتونیم موفق باشیم. الان موفقیت ما تو این سالها بیشتر به خاطر استعدادایی که ایرانیایی که بیرون از ایران بازی میکردن تونستن سالها
ما رو به جام جهانی ببرن، بازی‌های درخشانی از خودشون به جا بذارن. امیدواریم که این روند ادامه داشته باشه، چون به نفع فوتبال ما هست. باشگاه ما همه ورشکستن، متاسفانه اونطور که باید و شاید ساختار ندارن که بخوان از پایه به آموزش روی بیارن. حرفه‌ای الان هست، مدارس زحمت میکشن، دستشون درد نکنه، ولی مقطعی یه ساعت یه ساعت و نیم بعدش خداحافظ شما که زیاد جالب نیست. امیدواریم که یه روزی که داریم، یعنی این ثروتی که کشور ایران داره، میتونیم تیمای خیلی خوبی داشته باشیم که همیشه عین تیمای ژاپنی بتونیم ما هم فوتبالمون پیشرفت بکنه، مطرح باشیم تو آسیا، هم کلاس فوتبالمون فرق بکنه. الان واقعا ژاپن تو آسیا یه فوتبال خیلی بهتری رو نسبت به همه تیمای آسیایی داره بازی میکنه، اونم به خاطر سرمایه‌گذاری‌های کلانیه که تو اون کشور شده. بازیکن‌های معروفی که اومدن، مربیایی که اومدن اونجا مربیگری کردن، اینجا میان میگن که بازیکن خارجی نیاد، مربی خارجی نیاد. بعدش هم نمیدونیم چرا، از کجا قانون، این قانون 27 سالایی که یه بار گذاشتن، بعد 27 سال بعد یارو بره بشینه خونش. شما پنجره میگفت نفهمیدیم این قانونه یا نقشه است؟ خدا نمیدونه. آقا این عکس باشه دیگه، استقلال همون فیناله دیگه، درسته؟ این فینال همین جوبیلیوه. درست. حیف شد. این تیم میتونست قهرمان آسیا بشه با ناصر جازی. آقا اینی که نذاشتین این تیم قهرمان آسیا بشه، خجالت بکشید. خجالت بکشین، نذاشتین با کینه توزیاتون که با ناصر اجازی داشتین که بعدها ما رو دراز کردین، شماها نذاشتین این تیم قهرمان آسیا بشه. اگه میذاشتین این تیم قهرمان آسیا میشد با اجازی و ما الان سه تا ستاره داشتیم و افتخار میکردیم به این تیم. نگرفتیم هم افتخار میکنیم، ولی میتونستیم این افتخار رو داشته باشیم، ولی متاسفانه نذاشتین شماها. اونایی که دلشون از انسانیت بویی نبرده متاسفانه تو این ورزش. این هم اگه امضا کنید روی عکستون رو. آجا نام پرویز دهداری رو به عنوان برترین مربی قرن نوشتید. به 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 تصویری که خب شما یکم نامحسوس کسور نمیدن عکس بدید. آره یعنی اینم آقا پهلوان بکنم رئیس فدراسیون بود، ولی پرویز خان سرآمد بود. لامصب آت با احترام به همه مربی‌ها، پرویز خان یه سرگردن از همه مربی‌ها بالاتر بود از هر نظر که شما بگین. حالا ما که دو سه سال بیشتر باهاش زندگی نکردیم، ولی اونایی که بازیکن بودن کنارش، اونایی که شاگردش بودن، میدونن که چه انسان بزرگی بوده. خدا همه که فوت کردن رحمت کنه، خدا پرویز خان رحمت کنه، خدا بهمن خان سالنیان رو، آقا رضا رو حفظ کنه. اینا هم آدمای زحمتکشی بودن، هم بهمن خان هم آقا رضا وطن‌خواه. مربی دروازه‌بانمون اونجا کی بوده؟ نیست فکر کنم آقای برزمهریه، ولی تو این عکس ما نداریمش. انشالله که اونم زنده است، خدا حفظش کنه. آقای برزمهری، آقای سعید جانفدا، این فکر کنم همین نپال کجاست داریم میریم، فکر کنم نپال جایی باشه، چون سعیدم بود هنوز پناهنده نشده. آقا یک دو عکس از اون بازی معروف ایران آمریکا، پاس گل فوق‌العاده شما و این پیرنش کم که اینجا داری. بله این یادش بخیر. چه ببین فوتبال تو دنیا اینه دیگه، من نمیدونم هو جنجال و فحش و ناسزا و من نمیدونم تو این روزگار چه اتفاقی افتاده. فوتبال یعنی این دوستی، رفاقت، دوست داشتن. شما جام ملت‌ها رو دیدین؟ اریکسون افتاد یه لحظه همه‌شون داشتن گریه میکردن. بابا اینه دوست داشتن، اینه فوتبال. عشق میاره با خودش، معرفت میاره، دوست داشتن میاره، علاقه میاره، همبستگی میاره، مهربونی میاره. الان این چیزها اصلا تو فوتبال ما متاسفانه وجود نداره، به خاطر خیلی از آدمایی که نباید باشن تو این فوتبال هستن. منم پایین امضا کنم یا رو عکس؟ فرق نمیکنه. اگه رو عکس اینجا رو قبلا آره. نه رو عکس نیست. اینجا رو علی آقای دایی امضا کرده. علی آقا امضاش هم من بزرگتره.
من امضا کوچیکه می‌ذارم اینجا. بفرمایید. اینم که بله یه عکسیه که یارو چقدر میرفت میومد پدرمون رو در آورد دفاع چپه خاصی نه اون دفاع چپه مو بلنده بود این فکر کنم دفاع وسطه است اینم بذار این وسط امضا کنم که پشت سری هم مهدی مهدویه فکر کنم داره میاد هر به نظر یکم آره فکر کنم که مهدی مهدوی داره میاد خب این بازی ها ما قراری گذاشتیم گفتیم آقا مهدی جان ایشکی ما رو دور نزنه سان میخوام بکنن هر روبرو سان کنن ای بی ندارید چون تو پای درجا رو دفاع راحت میزنن ولی از بازیکنان دفاع چپ در رفتی سانش کردی اون دیگه برای دفع کردنش خطرناکه امکان داره بزنید تو گل که من و مهدی خیلی تلاش کردیم من فکر نکنم تو این سه تا بازی کسی ما رو از سمت گله ما سانت کردم ولی کسی نتونست منو مهدی رو من فکر کنم تو این سه تا بازی دور بزنم حتی یوگسلاوی امریکا هم آلمانش همون اتفاقی که مثلا این دفاع چپ ما رو تو آلمان دور زدن که ما گل خوردیم یعنی اگه دور نمی زدن شما دو تا بازیکن اسمی داشتن بیرهوف و کلینزمن یعنی اگه اینا ما رو دور نمی زدن تا شب هم به ما گل نمی زدن ولی تونستن یه کلکی زدن خالی کردن خدا بیاموز مرداد و اونجا رو نفوذ کردن سانت کردن زدن تو اینم که مرحوم پور ایدری و شما هم که خب در این عکس هستید این امجدیه است بکنم امجدیه است اگه اشتباه نکنم یا شهرستانه من فکر کنم شیرازه نه امجدیه است امجدیه است این سوالشو نمیدونم ولی فکر کنم همین آخرای چیز بود یعنی همون سال 74-5 فکر کنم مسعود و این سیروس بود مال استقلال اهواز و داریشی عزیزی آره فکر کنم همون سالا بود یه دونه بازیکن داشتیم اسخر چی بود عجب بازیکنی بود اسخر آفک چپ بچه شمال بود اسخر رسول زده خیلی بازیکن خوبی علی اکبریان خیلی بازیکن علی اکبریان بازیکنی بود که قدر خودش رو ندونست علی بهتری میشد علی بهتری میشد آقای دکتر شهرآبادی یادش بخیر من فکر کنم سالای همون 74-5 فکر کنم درسته فکر کنم همین روزا باید باشه و این همون بازیه ایران یوگسلاوی فکر کنم درسته فکر کنم آره فکر کنم ایران یوگسلاوی باشه اینم یکی از بهترین بازیامون بود درسته باختیم بازم رو عدم تجربه ولی به نظر من از بازی آلمان و آمریکا رو بردیم ولی این بازی به نظر من بهترین بازی تیم ملی بود تو جام جهانی 98 بازی با یوگسلاوی این دیگه داره کم کم امضامون تکمیل میشه واسه این تیم 11 حمید کجاست؟ حمید ایرانه نیست خبری ازش خیلی وقت پیش گرفته نه دو هفته پیش اومدن ایران و این هم فکر میکنم بازی من مقدمه جام جهانی 90 اون تیمی که تیمای دهداری بود بعد با بله آقای مناجاتی بود که یادش بخیر ما چین رفتیم من پام خراب بود بازی برگشت ما چینو اونجا سه تا می‌زدیم می‌رفتیم بالا آقای هاشمی تبا اومد اردوم مجمون انقلاب بود من پام در رفته بود دکتر که نداشتیم به من گفت هر طوریه باید بازی کنیم ما این بانچسبی ها بستیم و لنگون بازی کردیم تا دقیقه 25 فکر کنم سه تا زدیم بهشون 25-30 بود که آقا مناجاتی کشید منو دیگه بیرون چون واقعا نمیتونستم اصلا پام اینقدر شده بود که متاسفانه نیمه دوم دو تا گل خوردیم بازی 3-2 شد و ما نرفتیم من خدا رفتگانتون رو بیامرزه من رفتم خونه همون شبش مادرم تا پامودید گفت که جواب پات در رفته که بودم بابا دکترها دیدن هیچی نمیدونن تو به من میگی در رفته گفت در رفته رفتم اکبر قصاب خدا بیامرز سر جوادیه دمچی جوادیه پامو جا انداخت شنبه یک شنبه با تیم محمد صلاحی خدا حفظش کنه داشتیم می رفتیم خیبر خرم‌آباد
رفتم 90 دقیقه دفاع وسط بازی کردم. بابا کاش زودتر میرفتم خونه، میرفتم این اکبر قصابه جا مینداخ پارو. دکترها میگفتن کورتون بزن، آقا زادمهر هم میگفت من نمیزنم. خدا حفظش کنه نزد، گفت که نمیزنم چون ضرر داره. و اون بازی اگه میموندیم تا آخرش تو زمین خیلی کمک میکردیم، چون تیم خیلی خوبی داشتیم، میتونستیم گلامونو بیشتر بکنیم، ولی قسمت این بود که این مشکلات باشه و این اتفاقا بیفته و سرنوشته و هیچ کاری هم نمیشه کرد از فرار از سرنوشت آدمایی که نوشته شده سالها براشون بعد پیادش. حتی آقای زادمهر هم چند هفته پیش اینجا بودن، کماکانم مخالف دارو این داشتیم صحبت میکنیم. آقا مناجاتی میگفت بزنم، میگفت نه ضرر کن، چون کورتون ضرر داره من نمیزنم. مفاد چیز فیفا رو زیر سوال نمیبرم. آقا یه سن اینجا پیراهن داریم، بازی ایران آمریکاست. این بازی فکر می‌کنم آره با یوگوسلاویه، همون که عکسش رو دیدیم. این 88 بله بله قطر واس کجاست؟ آره اینم که ایران استرالیا، اینم که چیزه ایران استرالیا. آره درسته، این واسه ایران استرالیا. و به نوبت بگیم من امضا کنم دیگه. از هیچ کدوم از اینا خاطره این هست که بخوایم بگیر از یکی از این ایران ها؟ بازی استرالیا، این استرالیا، این خودش، این ایران. آره دیگه نه، بعد خب من و مجید رو نیمکت نشسته بودیم بغل هم. خیلی فشار آوردن تو اون 7 8 دقیقه که ما همش در حال دفع کردن اینا بودیم. بعد مجید به من گفت جواب، گفتم چیه؟ دو تا گل خورده بود. گفت که خدا کنه که همین 2-0 تموم شه آبرومون نره، این آخر فوتبالیه. من میخوام بگم که ببین، گفتم خدا کنه ان شاءالله خدا خودش کمک کنه، ولی شما نگاه بکنین ببینین که چه اتفاقی میفته. من که رو نیمکتم میگیم که خدا کنه بیشتر از دوتا نخوریم، میگم سرنوشتیه که قبلا نوشته شده، میایم با یه سری ناملایمات بعد میریم جام جهانی پاس گلم میدیم. ببین بس انشالله که اون دنیا خدا وجود داشته باشه، من فقط امیدم تویی. یا یعنی این چیزهایی که به ما گره میده میدونیم که هست، انشالله که باشه. ولی میخوام بگم که هیچ موقع آدم نباید ناامید بشه و خدا رو شکر کردیم که اون اتفاق افتاد. بچه هم خیلی غیرت کردن، واقعیتش اینه که خیلی زحمت کشیدن بچه ها و تلاش کردن که اون بازی اون اتفاقای قشنگ برای تیم ملیمون بیفته. یادش بخیر. نوجاد زنجی. اما خب اینا رو بعد از برنامه بعد کات برای مخاطبا امضا میکنیم. خیلی ممنون از حضور شما، این صحبتایی که واقعا لذت بردیم از لحظه لحظه این برنامه. اما اگر صحبت پایینی مونده با مخاطبان رسانه طرفداری و مردم و هوادارو واگذار میکنم به شما و این دوربین رسانه طرفداری. مردم که ما چاکرشون هستیم، هر چی داریم از اونا داریم، ما حمایتاشون رو هیچ موقع فراموش نخواهیم کرد، چه اون موقع که بازی میکردیم، چه الان که هستیم، چه بعدها، تا زمانی که زنده هستیم شکرگزار این مردم خواهیم بود. خوشحالم که ایرانی هستم، کشور عزیز ایران به دنیا آمدم و از اون برم برگردیم به تیم استقلال و هواداراش آرزوی موفقیت میکنیم. انشالله که اتفاقای خوبی براشون رقم بخوره تو این روزهای که پیش رو داریم و در نهایت انشالله دنیا به یه جنبندی برسن، یه طوری رفتار بشه که واقعا این بحث محیط زیست و اینا میبینیم که شرایط طوری بشه که اگه همین جوری دنیا بخواد پیش بره، شما مطمئن باشین از این کرونا بدترش خواهد اومد. امیدواریم که تصمیمای گرفته بشه در سطح دنیا که هر چه زودتر ریشه این کرونا و هر درد و بلایی که هست از سایه دنیا کم بشه و مردم به راحتی بتونن این گذشته در کنار هم زندگی بکنن. در آخر سرم از دعوت شما سپاسگزارم، آرزوی موفقیت برای همه تون دارم. انشالله که تو این عرصه بهترین هستیم، بهترین باشین و موفق باشین و
سربلند انشالله که سربلند هستیم. آرزوی بهترین رو داریم. زنده باشید آقا جواد زنیچه عزیز. خیلی ممنون از حضورتون و این وقتی که در این برنامه گذاشتین امروز حضور پیدا کردین اینجا و ممنون از مخاطبان طرفداری که با این برنامه هم همراه ما بودن. تا یک برنامه دیگه خدا نگهدارتون.